به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام و یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لیست کابینه دکتر عبدالله عبدالله به ارگ فرستاده شد. مسعود اندرابی وزارت داخله، فضل احمد منوی وزارت عدلیه، مصطفی مستور وزارت صلح، منصور نادری وزارت اقتصاد، انوارالحق احدی وزارت زراعت، عباس بصیر وزارت ترانسپورت، معصومه خاوری وزارت مخابرات، کنشگاه ترکستانی وزارت تحصیلات عالی، بشیر تنج وزارت کار، نثار احمد قریانی وزارت تجارت، نوررحمان اخلاقی وزارت مهاجرین، نجیب آقا فهیم وزارت دولت در امور شهدا، نثار احمد آرینفر ریاست اصلاحات اداری. رویداد ترافیکی در ولسوالی کلکان کابل 5 کشته و زخمی بر جا گذاشت. به نقل از افق، مسئولان در ولسوالی کلکان در شمال کابل میگویند که در یک رویداد ترافیکی در شهرهای کابل پروان در مربوطات این ولسوالی 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عبدالغفور پوپلزای ولسوال کلکان گفته که این رویداد انگام رخ داد که یک موتر نو هینو از جاده منحرف شده و با یک موتر نو کرولا برخورد کرده است. با گفته او در این حادثه یک کودک و یک مادر کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. زخمیان این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. حادثات ترافیکی بعد از جنگ و درگیری از چند سال به این سو بیشترین قربانی را از غیر نظامیان می‌گیرد. علت این حادثات غیر معیاری بودن جاده ها و به احتیاطی راننده ها عنوان می شود. و همچنان به نقل از اشت صبح، جمعیت اسلامی از کجا به اینجا رسید؟ جمعیت شناسی نگاه به تاریخ تحلیلی جمعیت اسلامی افغانستان، کتاب تازه عبدالحفیظ منصور عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی و از پیشگامان عرصه روزنامه نگاری در افغانستان است. این کتاب که در 300 صفحه و 1000 نسخه از سوی انتشارات سعید در کابل نشر شده است، مجموعه سخنرانی های آقای منصور در سازمان جوانان جمعیت اسلامی است که در قالب کتاب چاپ شده است. این کتاب در شرایط منتشر می شود که جمعیت اسلامی درگیر اختلافات شدید داخلی است و اگر این کشمکش ها ادامه یابد، احتمالاً در آینده شاهد 2 شاخه زیر نام جمعیت خواهیم بود که شخص منصور در این درگیری ها نقش اثرگذار دارد. منصور نویسنده پرکار و توقف ناپذیر است. فعالیت سیاسی او به شمول 8 سال عضویت در مجلس نتوانسته مانع تحقیق و پژوهش و تولید متن توسط او شود. منصور از محدود چهره های است که هم سیاست میکند هم کار فکری و فرهنگی. با وجود این که جمعیت شناسی از گفتار به نوشتار در آمده است، ادبیات ساده، متین و شیوا دارد و معلومات مفید و ارزنده از سوی نسجگیری نزهت اسلامی، تاریخ جهاد، پیدایش جمعیت اسلامی، درگیری درونی احزاب جهادی، فروپاشی حزب دموکراتیک خلق و حوادث پس از 11 سپتامبر بیرون می دهد. منصور معتقد است که جهاد تحول بزرگ اجتماعی سیاسی را در افغانستان رقم زد، درجه بندی های قومی را برهم زد، عدل و برابری و اعتماد به نفس اقوام را تقویت کرد. البته در پیروزی جهاد، رهبران خلق و پرچم و ویژه حفیظ الله امین، 80% احمد شاه مسعود و استاد ربانی نقش داشتند. آنان با کشتار بیرحمانه و اهانت به اسلام مردم را مجبور کردند که به صف جهاد بسیج شوند. اما جهاد پیامدهای بدی هم داشت. مفتخوری و تکدیگری را نهادی نساخت، درس خواندن و تخصصگرایی را نابود کرد و توزیع بیرویه سلاح و مصیبت‌های بزرگ را خلق ساخت. رهبر جمعیت اسلامی در این کتاب روایت پیامبرگونه از برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی ارائه شده است. منصور تا حد تقدیس از استاد ربانی پیش می رود. او را رهبر خارق العاده، دوراندیش، زیرک، خردمند، فرزانه، باهوش، بردبار، میان رو،
معتدل، بی‌نهایت شجاع، کادر پرور، آینده‌نگر، صاحب دیدگاه وسیع و فراخ، دارای ظاهر نرم و ملایم و اما باطن محکم و تسخیرناپذیر معرفی می‌کند که خطرناک‌ترین کارها را در دوره جهاد کرده است. آقای منصور جمعیت اسلامی را حزب مادر معرفی می‌کند و حزب اسلامی، اتحاد اسلامی، حرکت انقلاب اسلامی، معاذ ملی و حزب نجات ملی را منشأ از جمعیت اسلامی می‌داند. او می‌گوید استاد ربانی برای مهار جوان سرکش به نام حکمتیار به مولوی محمد نبی حزب ساخت، سبقت الله مجددی را از دنمارک فرا خواند و پیر گیلانی و یونس خالص را بسیج کرد تا این گونه حکمتیار را درگیر کارهای ثانوی بسازد و با خیال راحت اهدافش را دنبال کند. گل رحمان قاضی رئیس سابق کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی زمستان پارسال به نویسنده این سطور گفت که استاد ربانی و احمد شاه مسعود بابای پیشنهاد کردند که حزب بسازد و آن تمام هزینه‌های آن را متقبل خواهند شد و از هیچ کوشش برای جان گرفتن حزبش دریغ نخواهند ورزید. استاد قاضی هم باور دارد که استاد و قهرمان ملی به منظور مهار و تضعیف حکمتیار به وی مراجعه کرده بودند، اما او از تأسیس حزب خودداری می کند. حالا از این که چنین پیشنهادی را نپذیرفته اظهار ندامت می کند. با این حال تشویق استاد سیاف برای تشکیل حزب جداگانه، معرفی احمد ضیا مسعود به جای مارشال فهیم و معاونیت ریاست جمهوری، تشویق و تجهیز نهضت اسلامی تاجیکستان برای جنگ، فرستادن بمب و جنگ افزار به سودان، بی‌اعتمادی به حکمتیار برای جنگ با طالبان فراهم نساختن، قناعت اقوام و ناتوانی در قناعت کشورهای منطقه را از اشتباهات استاد ربانی عنوان می کند. و قول منصور استاد ربانی ثابت کرد که مشروعیت در گرو حکم روایی در کابل نیست. منصور از شابیتی های استاد می گوید از جمله این که در جهان سیوم اپوزیسیون بودن معنا ندارد، صلح کالای حکومتی نیست بل مسئله ملی است. معنای حزب سیاسی در افغانستان این است که مشکل مردم را حل کند. منصور که از مخالفان سرسخت استاد ربانی برای گرفتن کرسی ریاست شورای مصالحه بود، حالا معتقد است که اگر استاد ربانی شورای مصالحه را نمی پذیرفت، کارنامه سیاسی او ناقص و معیوب بود. استوره نظامی جمعیت مسعود قهرمان ملی را استوره نظامی و بنیادگذار جنگ های چریکی و مدرن معرفی می کند که از جنگ تعریف علمی داشت اما به کار سیاسی مردمی بیشتر از جنگ ارزش می نهاد. منصور از نبوغ سیاسی مسعود می گوید وقتی پاکستان جنگ جلال آباد را راه انداخت، امریکا برای قطع کردن شریان اقتصادی رژیم کابل از مسعود خواست سالنگ را ببندد، اما مسعود زیر بار نرفت. پاکستانی ها با راه اندازی جنگ جلال آباد می خواستن این شهر را تصرف و فرد مورد نظرشان حکمتیار را در آن حاکم سازند. مسعود می دانست جنگ جلال آباد کار پاکستان است و آنها در پی علم کردن قیادات حکمتیار در مشرقی هستند. منصور در پاسخ به انتقادها درباره پیمان شکنی شورای هماهنگی استدلال می کند که هیچ پیمان عقد نشده بود که نقض شده باشد. استاد مزاری و جنرال دوستم طرحی را آورده بودند که بر بنیاد آن مسعود رئیس جمهور، مزاری صدر اعظم و دوستم وزیر دفاع باشد، اما مسعود گفته بود که او در جمعیت سرباز است و چنین تصامیم بزرگ را استاد ربانی میگیرد، در حالی که اصل قضیه این بود که مسعود به لحاظ فکری و سیاسی مخالف حکومت قومی و گروهی بود. نویسنده کتاب جمعیت شناسی جنگ افشار را دروغ محض، جعلی و از بنیاد غلط می داند و می گوید که هیچ یک از افراد مسعود در این نبرد دست نداشتند. اما منصور می گوید که افراد وابسته به استاد سیاف در جنگ دخیل بودند که در نتیجه درگیری ها 20 الی 25 تن جان باختند. کتاب جمعیت شناسی به قضایای پسا جهاد و مقاومت کمتر پرداخته است. در این بخش شاگردان استاد ربانی و احمد شاه مسعود را برای کم تجربه و احساساتی می پندارند،
که به هر قیمتی در پی کسب اعتماد امریکا و مشارکت در قدرت بودند. استاد ربانی به شاگردان می گفت کسی که زور باشد معامله می کند و کنار می آید. اگر ما وحدتمان را حفظ کنیم سرانجام امریکا مجبور می شود با جمعیت اسلامی وارد مذاکره و معامله شود. کار تازه ی آقای منصور بیشتر از آن که جمعیت شناسی باشد مسعود شناسی و ربانی شناسی است. در جمعیت اسلامی ده ها رهبر و کادر سیاسی نظامی وجود داشته و دارد، اما منصور یا آنها را نادیده گرفته و یا هم کمتر به آنها پرداخته است. از کتاب آقای منصور طور برداشت می شود که سایر احزاب و رهبران جهادی نقش حاشیه و نامؤثر در شکست قشون شوروی و پیروزی جهاد داشتند. منصور در نتیجه گیری مباحش می گوید که انقلابگری و براه‌اندازی راه حل نیست. دوستان عزیز، از این که تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیو های ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.